23 روز آبان ماه برابر با 14 نوامبر سال 1095 خورشیدی برابر با 1716 میلادی، در گذشت بارون گوتفرید ویلهلم فون لایبنیتس، فیلسوف معروف آلمانی که در لایپزیگ آلمان به دنیا آمد و تحصیلات آکادمیک خود را در رشته های فلسفه، حقوق و ریاضیات پشت سر گذاشت و پس از اخذ دکترای حقوق به عنوان سفیر آلمان راهی پاریس شد. از این زمان به بعد زندگیش را میان سیاست، ریاضیات و فلسفه تقسیم کرد و از این سه تا پایان عمر جدا نشد. وی حساب جامعه و فاضله را که پایه تمام ریاضیات عالی جدید است ابداع نمود و به تفکرات فلسفی نیز می پرداخت. لایبنیتس در باب جهان دو شیوه تفکر مکمل داشت، یکی خوشبینانه و دیگری واقع بینانه. او فلسفه خوشبینانه خود را به عنوان یکی از موفق‌ترین مردان دنیا، دنیایی که او معتقد است بهترین دنیای ممکن است، به رشته تحریر درآورد. لایبنیتس از برجسته‌ترین متفکران جهان بود، اما از حیث زندگی واقعی بسیار محافظه‌کار بود. او برای حفظ آرامش و امنیت خاطری که از حضور در دربار شاهزادگان به دست می‌آورد، از چاپ و انتشار معادلات واقع بینانه‌ای که گوهره فلسفه لایبنیتس بود خودداری می‌کرد. سال 1210 خورشیدی برابر با 1831 میلادی، در گذشت گئورگ ویلهلم فردریش هگل، فیلسوف و نظریه پرداز معروف آلمانی که در اشتوتگارت به دنیا آمد و پس از طی دروس متوسطه تحصیلاتش را در علوم الهی به پایان برد و سپس به تدریس فلسفه پرداخت. هگل پس از چندی تحت تأثیر امانوئل کانت، فیلسوف هموطنش، به فرضیه اصالت تعقل گرایید و کتابی درباره زندگی مسیح نگاشت. هگل معتقد بود هر آنچه عقلانی است واقعی است و هر آنچه واقعی است عقلانی. او پس از چندی اعلام کرد هستی بر اصل تضاد قائم است و هر آنچه در عالم خلقت می‌بینیم مجموعه از تضاد هاست. هر روی پشتی دارد و نمی‌توان به بی‌نهایت بدون نهایت و به زندگی بدون مرگ اندیشید. ضد هر چیز در خود آن است، هر قطبی قطب مقابل را در خود دارد. همینطور گرما، سرما، عشق، نفرت، روز و شب و جوانی و پیری. سال 1294 خورشیدی برابر با 1915 میلادی، انحلال مجلس شورای ملی در جریان جنگ جهانی اول. با شروع جنگ جهانی اول، دولت‌های روسیه و انگلستان می‌کوشیدند ایران را در جنگ بر ضد آلمان وارد کنند. از این رو ارتش خود را به سوی ایران حرکت دادند. روس در شمال و انگلیس در جنوب نیروهای خود را پیاده کردند. پس از حرکت نیروهای روسیه به طرف تهران، شماری از نمایندگان مجلس به نشانه اعتراض به تجاوز قوای بیگانه به کشور و نادیده گرفتن استقلال و تمامیت ارضی ایران به سمت قم حرکت کردند و عملا مجلس سوم به پایان رسید. از آن پس به مدت 4 سال مجلس تعطیل و مطبوعات توقیف شد. این عده بعداً کمیته دفاع ملی را تأسیس کردند که در نهایت نتوانستند کاری از پیش ببرند.